تا به این قسمت از آموزش، فصل‌های مختلفی رو با هم مرور کردیم، دستورات کنترلی و شرطی رو یاد گرفتیم، چطوری از کامپوننت‌ها و DLL‌های سیستم بتونیم استفاده بکنیم و خیلی از مسائل رو تقریبا به شما گفتم. البته تو زمینه DLL هنوز کامل وارد نشدم و انشالله بعداً آموزش لازمش رو به شما خواهم داد. اما نکته اساسی چی هستش؟ در اینجا می‌خوام اصل برنامه رو کنار بذاریم و پشت صحنه برنامه رو بنویسیم. ساختار پشت صحنه بسیار مطلب مهمی هستش. ببینید، مثلا شما یک پروژه‌ای رو انجام دادید، باید بتونید روش رمزگذاری کنید، باید بتونید کدهای مختلفی رو بر روش قرار بدید و ازش استفاده بکنید. این بخش رو میخوام در اینجا به شما آموزش بدم. حالا ساخت تمپلت‌های مختلف، ساخت فایل‌های موقت، نفوذ کردن به درون فایل‌های سیستم عامل رو در اینجا باید یاد بگیرید. من یه دکمه وارد صفحه میکنم و با کدهای بسیار ساده شروع میکنم. خوب دقت کنید. CPU. من کمی سایز قلمش رو بالا میبرم. خوب دقت کنید. من اولین مبحثی که برای این قسمت استفاده میخوام بکنم فراخوانی رجیستریه. رجیستری یعنی چی؟ ببینید، من اول بذار سه تا متغیر معرفی کنم. دایم، V و I و P از string که قراره مشخصات CPU منو از بخش identifier یا processing name اینا رو مثلا مشخصات description processing رو نگه داره. حالا برسیم جلوتر براتون توضیح بدم. ما یه بخشی در تمام ویندوز ها داریم به نام بخش registry. نگاه کنید، استارت رو باز کنید، مقدار رج ادیت رو تایپ کنید. ببینید این بخش رجیستری هستش. خوب دقت کنید که من قبلش رجیستری رو باز کردم رو حالت کیبورد و موس بودش که الان میخوام تغییرش بدم. میخوام مشخصات یک سی پی یو رو به شما نشون بدم. کافی آدرس مثلا بخش لوکال ماشین رو باز بکنید، هاردوار رو باز بکنید، بعدش بیایید در بخش دیسکریپشن توضیحات رو باز کنید، بخش سیستم رو باز کنید و در بخش سنترال پروسسینگ گزینه 0 رو انتخاب بکنید. ببینید مشخصات سی پی یو من در اینجا قرار داره. به طور مثال من در این بخش نوع مدل سی پی یو رو خواهم داشت. در این بخش نوع اون ساختار اسم سی پی یو من هست، یعنی نوع پردازنده. اوکی. و در انتها چه شرکتی ساخته، در واقع اون شرکتی که طراحیش کرده شرکت اینتل هستش. تا اینجای کار رو من انجام دادم و میخوام این بخش ها رو نمایش بدم و درون پروژه ازش فراخوانی کنم. حالا اینجا رو میام به این شکل می‌نویسم. مقدار V برابر است با حالا my.computer.registry.getValue پرانتز باز توی دابل کوتیشن باید آدرس مکانی رو بزنم که میخوام نمایش بدم. به طور مثال سعی کنید هر وقت، حتی غیر از این لوکال ماشین، هر وقت دارید کار میکنید حتما اطلاعات رو کپی پیست کنید. هیچ وقت سعی نکنید تایپ کنید، چون بارها و بارها دیدم کلمات به دلیل رزرو بودن برای جای دیگه مایکروسافت اومده یه حرف رو کم کرده یا یه حرف بهش اضافه کرده، یعنی بدون اینکه چاره‌ای داشته باشن مجبور شدن تغییراتی در خود اصل کد ایجاد بکنن. مراقب باشید توی این تله نیفتید و پروژه‌تون اجرا کنه. من یه رینیمم اینجا میگیرم، اینجا قرار میدم، یه بک اسلش آخر، یه صفرم در انتها میذارم. اما من این طرفم دارم، یعنی باید بیام این سمت کار و مقدار hkey underline local underline ماشین رو بنویسم. ببینید؟ بنویسم. اما در انتها قراره چی رو از این پوشه به من نشون بده؟ من دوتا و میزنم، یه صفر در انتها قرار میدم، اینجا یه دابل کوتیشن هم میذارم و وسط این دابل کوتیشن میام مقدار این رو vendor identifier یعنی مشخصات سازنده رو در اینجا قرار میدم. و جالبش اینه که همین مقدار V رو من برابر با کنترل V میکنم و به جای این متغیرم همین رو قرار میدم.
خب بریم سراغ مقدار آی. من همین داده رو از اینجا کپی پیست میکنم در پایین و میخوام ایدنتیفایر رو فقط نمایش بدم. پس میام اینجا به جای این کلمه و به جای این کلمه قرارش بدم و همچنین به جای اینجا. حالا پروسسینگ نیم رو کپی میکنم. خیلی راحت یک کپی از بالا میندازم پایین و برابر با این مقادیر خواهم داد. حالا من میام اینجا این دکمه رو گذاشتم دیگه. حالا من میام اینجا یک دونه لیبل و یک تکست باکس به پروژه اضافه میکنم به این صورت. یه مقداری من اینو بزرگترش میکنم و مقادیر که میخوام رو داخل این لیبل ها قرار میدم. حالا من همین مقادیری که در اون متغیر هستش رو خروجی میگیرم. میگم تکست باکس یک دات تکست برابر است با کنترل وی تکست باکس دو و تکست باکس سه. ببینید تمام اون مقادیر رو در اینجا اومد نمایش داد. یعنی اومد گفتش که توسط چه کمپانی طراحی شده و بعد مدلش از چه مدلی هست و در انتها نوع سی پی یو از چه نوع سی پی یویی هستش. اما فرض کنید جاهای دیگر رو میخواد به من نشون بده. به طور مثال من میام اینجا مقدار در واقع کرنت یوزر رو باز میکنم و در این بخش ولیو انوایرمنت رو باز میکنم. در بین اینها مثلا هوم درایو رو باز میکنم. این داره میگه درایو سی درایو اصلی شماست. ببینید شما ممکنه که بخواید درایو اصلی سیستمتون رو شناسایی کنید و برنامه‌ای بنویسید که به اونجا برگرده. خب هوم درایو اینجاست، مثلا ریموتینگ اینجاست، مقدار مثلا لوکال اینجاست. ببینید دسکتاپ در اینجا قرار داره آدرسش، در اینجا یوزر مثلا فرادرس در اینجا یوزر رو قرار داره. من تک به تک اینها رو اگر بخوام فراخوانی کنم باید از همین شیوه استفاده کنم. ببینید به این صورت خارج میشم میام اینجا و دقیقاً همین مود بدون اصلا استفاده از متغیر، فقط تکست باکس هام رو یه تکست باکس در اینجا قرار میدم. این دفعه میخوام یه دکمه دیگه ای قرار بدم اینجا و بنویسم مثلا ادرس و داخل این ادرس این کد رو بنویسم. من از اینجا کپی میکنم تا به اینجا تکست باکس 4 در تکست برابر است با این ادرس. کد اینجا رو باید تغییر بدم، یعنی باید بگم hkey بر پرانتز باز current underline user backslash. دقیقا میام همینجا یک کلیک راست میزنم یه رینیم میگیرم و این کد رو از اینجا به اینجا منتقل میکنم. خب حالا کلیک راست یه رینیم و یه کپی و همین مقدار رو در اینجا قرار میدم. حالا یک بار پروژه رو اجرا میکنم. ببینید آدرس درایو سی در اینجا قرار میدم. حالا از همین دوتا کنترل یک کپی پیست در زیر قرار میدم. دوباره یک کپی پیست در زیر قرار میدم. من مقدار هوم درایو رو کپی میکنم و به بخش تکست این لیبل اضافه میکنم. حالا گزینه های دیگر رو میخوام نمایش بدم. مثلا محل قرارگیری درایو اصلی. من همین دو سه تا دونه رو به عنوان نمونه فقط برای شما میزنم تا ببینید چه اتفاقی میفته. از رو کل این کد یک کپی میگیرم. تکست باکس 4 5 و تکست باکس 6.
در اینجا مثلا میخوام بخش رومینگ رو بزنم که خیلی بخش مهمی هستش، خیلی از کدهای در واقع قفل گذاری زمانی در همینجا قرار میگیره. پروژه رو اجرا میکنم، این کدهای سی پی یو و اینم کدهای آدرس هایی که من میخوام. حالا آدرس دهی ها روش های دیگه ای هم داره که بعدا انشالله در آموزش بعدی توضیح خواهم داد. تا به اینجای آموزش بهتون گفتم چطور میتونید از رجیستری اطلاعات رو بخونید و ازش استفاده کنید، ولی کجا به درد میخوره؟ فرض رو بر این بذارید شما یک پروژه ای ساختید که هم برای 32 بیتی هم برای 64 بیتی هستش. خب از کجا میخواید بدونید که سیستم عامل شخص مورد نظرتون 32 بیتی هستش یا 64 بیتی؟ به راحتی از بخش رجیستری میتونید این رو بخونید و تغییرات بدید. ولی یه ایراداتی برای آدرس دهی ها وجود داره، به دلیل اینکه گاهن دیدم که در صنوات مختلف نرم افزاری و سیستم عامل ها مایکروسافت عوض کرده در واقع بخش های رجیستری رو. پس حتما دقت کنید، یه کدی رو باید بنویسید تا سیستم عاملتون رو بخونه، ببینه مثلا ویندوزش چی هستش و بر مبنای اون برید جلو. خوب دقت کنید، خیلی مهم است. گاهن شما برنامه رجیستری می‌نویسید اما به دلیل اینکه آدرس رجیستریش در نسخه‌های مختلف ویندوز تغییر کرده دیگه برنامه شما ناکارآمد میشه. اون وقت شما برنامه‌تون رو باید صرفاً به این معطوف بکنید که بله باید از سیستم عامل مثلا 7 استفاده بشه یا 8 استفاده شود. خب این میشه در واقع مشکل فنی برنامه شما که در سیستم عامل‌های مختلف جواب نمیده. اونم نه مقصر که به شما باشید، نه، مایکروسافت ساختار کدنویسیش رو عوض کرده و همین باعث شده که اون چیزی رو که میخواد به دست نیارید. حالا نگاه کنید، من در اینجا میخوام به شما یاد بدم چطوری آدرس دهی ها رو جوری طراحی بکنم که دچار مشکل نشم و مسیرها درست باشه. من یک تعدادی لیبل وارد صفحه میکنم، حالا فکر میکنم کافی باشه. همش رو میارم یه گوشه، من 11 رو پایین قرار میدم، سایز فونت هم را کمی بالا میبرم، 14 بسیار. خب حالا میام روی این قرار میگیرم، میگم لیبل 1.text برابر است با، میخوام آدرس دسکتاپ رو داشته باشم. ببینید میام میگم my.computer.filesystem. مقدار اسپیشیال دایرکتوریز رو میزنم و دات دسکتاپ رو انتخاب میکنم. پروژه رو اجرا میکنم. به محض این روی دکمه بزنم، ببین آدرس دسکتاپ رو میده بدون استفاده از رجیستر. همین مقدار رو من کپی میکنم پایین میارم، 1 2، و مقدار دسکتاپ رو مثلا به مقدار پروگرامز و من لیبل 3 رو هم وارد کنم و به مقدار مثلا my document تغییر میدم. خوب دقت کنید، آدرس بخش programs رو داره به من میده که app data هستش. این فولدر بسیار فولدر مهمی هستش. دقت کنید، من الان وارد بخش کامپیوتر میشم، وارد درایو سی خودم میشم و دقت کنید وارد اول یوزر بشم، مثلا برادرس رو انتخاب کنم و در اینجا من وارد APP دیتا بشم. ببینید به صورت مخفی هستش پوشش و این بخش اصل رومینگ ها و لوکال ها و برنامه های اجرایی من هستش و به صورت موقت درش قرار میگیره. میبندم. مقدار 4 و 5 رو پاک میکنم. مثلا دسکتاپ، مای موزیک، پروگرام فایل که یک بخش بسیار مهم هستش و پوشه تم که عملا پروگرام فایل داره میگه که در چه قسمتی پروگرام فایل اصلی شما هست و پوشه تم که بازم همون تو APP دیتا هستش محل قرارگیری فایل های موقته که عمدتاً برنامه هایی که وقتی تو پروژه اجرا میشه هنگ میکنه یا کامپیوتر شما ریستارت میکنه در این قسمت باز میمونه، میتونید برید حذف کنید. پوشه های تمپ ویندوز رو میشه حذف کرد، محتویات البته توشو، به دلیل اینکه موقتیه، خود ویندوز از اینها به عنوان موقتی استفاده میکنه. فقط ان تمپ نیست، تی ام پی هم هست، تی اچ ای ام پی هم هستش، چون مینویسه بعضی وقت به خاطر اینکه حروف کم آورده. خب حالا من میام توی لیبل 6 7 8
تو لیبل 6 به جای کلمه temp من مقدار all user application رو وارد میکنم. این دو خط رو هم فعلا از کار میندازم تا ببینیم چی میشه. چه اتفاقی افتاد؟ محل قرارگیریه در واقع all user application رو به شما داره میده که اون تو پروگرام در واقع دیتا هستش، سی پروگرام دیتا، ویندوز اپلیکیشن 1، ویندوز اپلیکیشن 1 و نسخه این، یعنی در این ورژن در واقع داره کار میکنه قسمت کد اپلیکیشنی. خب حالا من این کد رو از کار بندازم دوباره تا فعال بشه و به جای این مقدار مقدار current user رو میزنم. ببینیم چه اتفاقی داره. محل یوزر حاضر رو داره میگه که بخش رومینگ داره اجرا میشه. بازم APP دیتا. من بذارید این روی مقداری من سایز قلمش رو کم کنم. به دلیل این که سایز ها کمی بالا هستش، آدرس ها هم طولانی هستش، این مقداری سخت میشه اینا رو دید. من رو 11 تنظیم میکنم تا شما ببینید. ببینید آدرس ها همه مشخص شد که در کجا هستش. اما همیشه از کدهای مای فایل سیستم استفاده نمیشه. بعضی اوقات از روش‌های دیگه‌ای ما استفاده می‌کنیم. environment dot مثلا مقدار environment variable رو انتخاب می‌کنم، توی double quotation دستوری رو که می‌خوام می‌نویسم. به طور مثال دستور سیستم بود. کوچیک می‌نویسم. سیستم اجرا می‌کنم. ببینید سیستم روت میگه در ویندوز درایو سی شما دارید کار رو انجام بدید. یعنی با یک کد ساده من آدرس درایوی که در واقع ویندوز ازش بالا اومده رو مشخص کردم و یا تو کد 9 من مثلا میام مقدار وین دایرکتوری. ببینید باز هم داره پوشه ویندوز رو میگه. و این دستورات رو شما میتونید فقط با یک مطالعه در سایت های مثل سایت MSDN اونها را در بیارید و لازم هم نیست دیگه همه را حفظ بکنید یا بخواید همه را داشته باشید. شما هر وقت خواستی پوشه خاصی رو بکشید بیرون با این شیوه خیلی راحت میشه اون پوشه را مشخص کرد. اما بخش بعدی هم وجود داره و ساختار کد نویسی دیگه هم وجود داره که به عنوان نمونه من اونها را هم به شما معرفی میکنم. 10 و 11. مثلا بیام بنویسم my.application.info. مثلا directory path که خیلی کاربرد در آینده برای ما خواهد داشت و یا مثلا my.application.info. یکی از این مثلا قانون کپی رایت یا مثلا description توضیحات اجرا میکنم ببینید چه اتفاقی میفته. توضیحات داره میگه دیباگ از کجا داره اجرا میشه. ببینید درایو سی، البته من فکر کنم اینو دوباره توی 10 11 دایرکتری پث. خب داخل لیبل شماره 10 و 11 لیبل شماره 10 ببینید خیلی راحت درایو سی رو داره نشون میده ولی لیبل شماره 11 محل ذخیره سازی فایل دیباگ رو به من داره نمایش میده. ببینید اینها دیسکریپشن هایی هستن که من ازشون میتونم استفاده بکنم و خیلی مطالب دیگه که شما میتونید ازشون استفاده های خیلی بهینه تری رو ببرید. نیازمند این هستش که کمی روی این کد ها مانور بدید و کمی روی این کد ها تمرکز کنید. من مثلا .info رو که نوشتم مثلا .copyright رو می‌نویسم. در واقع copyrightش 2016 هستش و در سال 2016 در واقع رایت شده. اینا اطلاعات سیستمی ما هستن. فرض رو بر این بذارید شما درون پوشه ویندوز میخواید یک دونه فایلی رو قرار بدید که اگر مثلا برنامه‌تون دچار مشکل خاصی شد از اونجا فراخوانی کنه یا با نصب ویندوز برنامه شما هم از کار بیفته. شما اینو میخواید بعضی اوقات که طرف دوباره پول بده دوباره برنامه براش نصب بشه یا اکتیو کد اکتیو بگیره. اینها روش‌هایی هستن که شما میتونید ازش استفاده بکنید برای اتصال به آدرس های مختلف. در این بخش از آموزش میخوام به شما بگم چطور میتونید یک پوشه بسازید.
من ابتدا یک پروژه جدید رو راه میندازم و یک دکمه داخلش قرار میدم به علاوه یک تکست باکس. خب خاصیت سایز هر دو رو بالا میبرم به این صورت و کمی بزرگترش و بر روی این قسمت بنویسم ساخت پوشه، کمی کوچکترش میکنم. برای اینکه بخوام یه پوشه بسازم کافیه این فرمان رو بنویسم: my.computer.findSystem.mqdar.createDirectory رو میزنم، پرانتز رو باز میکنم و میگه آدرس رو به من بده که بتونم برات بسازم. من کجا میخوام بسازم؟ میخوام روی دسکتاپ بسازم. پس میام سریعا my.computer.filesystem.specialdirectors.desktop. اما من تا اینجا تونستم آدرس رو تنظیم بکنم، از اینجا به بعد رو باید چه کار بکنم؟ اینجاست که یک اند رو من میذارم، یک بک سلش در انتها اضافه میکنم، یک اند دیگه میذارم و می‌نویسم تکست باکس 1.text. خب اجرا میکنم پروژه رو. مقدار فرادرس رو در اینجا می‌نویسم، البته سعی میکنم انگلیسی بنویسم، اف اول بزرگ و ساخت پوشه رو میذارم. پروژه رو میبندم، مینیمایز می‌کنم. ببینید بر روی دسکتاپ پوشه ای با نام فرادرس ساخته شد، خیلی راحت. اگر من اجرا بکنم و دوباره فرادرس رو بنویسم، حالا بازم با اف بزرگ و بسازم، ببینید خب مثل یه قبلی رو فرادرس، من یه ای قبلی رو کم گذاشته بودم، بس اینو پاکش میکنم، یک بار دیگه میزنم، یک بار دیگه میزنم. نکته اساسی چی هستش؟ من اگر داخل این مثلا یک فایل رو قرار بدم، حالا هر فایلی، من زیاد برام مهم نیست، و مجدداً من این رو بزنم و واردش بشم، ببینید شما پوشه ای رو که قبلا ساختید رو دوباره دیگه نمیتونید بسازید، پس باید یک کدی بهش اضافه کنم. اینجا میام میگم if اگر my.computer.filesystem.directory exists، آدرس رو از کجا باید بگیرم؟ همین آدرسی که پایین دادم، ببینید همین آدرس رو پایین دادم رو در اینجا قرار میدم، برابر با ترو بود. بیام این مقدار رو کات بدم، اینجا قرار بدم، یه else در اینجا اضافه بکنم و اینجا بگم مثلا message box، ببینید message box dot show پرانتز باز این پوشه وجود دارد. حالا پروژه رو اجرا میکنم. من با نام A یه پوشه میسازم، مجددم میزنم این پوشه وجود داره، یعنی کد my.computer.filesystem.directory exists در واقع میتونه اون آدرس رو برای من بسنجه و به من بگه آیا در اینجا وجود داره پوشه یا نه. حالا من میخوام به صورت کلیشه‌ای خیلی راحت کدم رو بنویسم. ببین من یک بار دیگه یه پوشه دیگه میخوام بسازم و یه پرانتز باز می‌کنم، ولی این بار میخوام آدرس رو به صورت دستی بیارم، یعنی بیام درون درایو سی پوشه یوزر فرادرس وارد دسکتاپ بشم و همین آدرس رو من کپی بکنم، به صورت دابل کوتیشن در اینجا قرار بدم و بعد یه بک اسلش در انتهایش قرار بدم و پوشه‌ای به نام علی رو بنویسم. حالا دقت کنید پروژه رو اجرا می‌کنم. من هر چیزی که دوست داشته باشم در اینجا می‌نویسم و دکمه رو فشار میدم. ببینید الان یه پوشه با نام علی روی دسکتاپ به وجود اومده، یعنی من هم سه رو ساختم هم علی رو ساختم. پس به این شکل شما میتونید یک پوشه رو به صورت آدرس دستی قرار بدید، اما از اون کد استفاده کردم تا دقیقاً روی دسکتاپ بتونم درستش کنم. در این قسمت آموزش ابتدا من یک پوشه روی دسکتاپ درست می‌کنم با نام F. حالا پروژه ای رو باز میکنم، New Project،
یک دکمه به پروژه اضافه میکنم و خاصیت فونتش رو بالا میبرم و اینجا مینویسم تغییر نام پوشه، دابل کلیک. اول از همه مینویسم if اگر my.computer.filesystem.existing مثلا directory exist، پرانتز باز هم همون my.computer.filesystem.special.desktop. اگر در این در واقع دسکتاپ پوشه‌ای وجود داشت، ببینید با نام این الان تا اینجا آدرس دسکتاپه دیگه، پس من میام اینجا یک دونه اند رشته‌ای میزنم، یه دابل کوتیشن و یک بک اسلش رو میگیرم، دوباره یک اند رشته‌ای دیگه و مقدار حالا اف خالی، من یک اف رو در اینجا قرار میدم. اگر برابر با مقدار ترو شد، یعنی همچین پوشه‌ای وجود داشت، باید نام اون تغییر بکنه به این صورت my.computer.filesystem.directory، میبینید rename directory پرانتز باز. میگه دو تا مسیر باید به من بدی، اول مسیر پوشه اول و بعد نام دوم رو باید به من بدی. بهش میگم از همینجا یک کپی بگیر بذار اینجا، این آدرس اوله و آدرس دومم دقیقا همین هست، با این تفاوت که مقدار این باید بشه چی؟ فرادرس. اجرا میکنم، مینیمایز این پوشه افه، تغییر رو میزنم، پیغام خطا گرفت. به چه دلیل؟ میگه من نمیتونم این مقدار رو بخونم و دلیلش رو باید ببینیم برای چی هستش. من آدرس رو عوض میکنم به این صورت، یه دابل کوتیشن من در اینجا میدم و پروژه رو اجرا میکنم، میبندم، دونید فرادرس شد. یعنی در قسمت دوم آدرس نمیخواد، فقط شما آدرس پوشه اصلی رو بده و مقدار فرادرس رو داخلش قرار بده. اما من میخوام باز هم یک پوشه جدید بسازم در همین پوشه فرادرس. خب دقت کنید، اگر این اتفاق افتاد، من میام میخوام اینجا یه پوشه جدید رو دوباره بسازم، همین مقدار رو اینجا کپی میکنم، بخش دایرکتوری میشه همون create directory، البته این کپی دایرکتوریه، create directory، پرانتز باز، دقیقا با همون ساختار میرم جلو. خب اما نکته اساسی، این مقدار رو من از اینجا برمیدارم و در همین جا قرار میدم و این رو میبندم. تا اینجا پوشه رو میتونه بسازه، اجرا میکنم، ببینید یک بار دیگه من کرییت رو میزنم، هیچ اتفاقی نمیفته. داخل اینم یک فایل قرار میدم و دکمه رو میزنم و هیچ اتفاقی نمیفته. فقط پوشه چون ساخته شده است نیازی به ساختن مجدد نداره و همون رو به همون شکل قرار میده. اما در اینجا من میخوام همین پوشه ای رو که ساختم رو حذف کنم. خوب دقت کنید، من مقدار رو پاک میکنم، حذف پوشه. تو حذف پوشه چی باید بنویسم؟ کافیه اول باز هم چکاپ بکنم که آیا اون پوشه ای که من میخوام وجود دارد یا ندارد. الان پوشه ای که من میخوام پوشه فرادرسه، ببینید رو هوا نمیشه حذف کرد، اول باید حتما مشخص بکنید که اون پوشه که میخواید حذف بشه چی هستش. من میام اینجا مقدار دیلیت دایرکتوری در نظر میگیرم و آدرس رو دقیقا برابر با همون آدرسی که هست میزنم و در اینجا باید شما نوع حذف ها رو مشخص بکنید که به چه صورتی هستش. من حالا هیچ حذفی رو مشخص نمی کنم و به این شکل قرار میدم. کدهای دیگری هم هست در بعد از این دستور که آیا میخواهید از حذف اطمینان دارید یا مثلا مسائل اینچنینی که میشه ازش استفاده کرد. ببینید
به این صورت آدرس در اینجا قرار گرفته. اما تو بخش بعدی باید نوع حذف رو هم حتما مشخص کنید. پس من یه دونه اینجا میزنم فایل io dot همون گزینه اول delete dot info. حالا مثلا delete all مثلا همه رو حذف کنه یا مثلا مدل های مختلف حذف رو هم من میتونم مشخص بکنم. پروژه رو میارم پایین، این گزینه رو میذارم و حذف رو میبینم. حالا اینکه آیا میخواهید حذف وارد رئیس کلوین بشه یا نشه، آیا میخواهید حذف رو دیلیت بکنید یا نکنید، اینا همه گزینه‌ای است که در این مقال دیگه نمیگنجه بخوام براتون توضیح بدم. شما باید خودتون بگردید و پیدا بکنید. کدها همه بعد از این هسته. شما حتی بعد از این میتونید یه وی دیگه بزنید و نوع بعدی آیا میخواهید داخل مثلا چی ریسکلز بره یا نره، مثلا به این شکل شما میتونید مشخص بکنید. من میتونم بیام بازم اینجا بنویسم فایل io dot همون delete option dot این گزینه رو انتخاب کنم. حالا امیدوارم درست باشه. اجرا بکنم. حذف پوشه رو بزنم. حتی هیچ پوشه دیگه الان برام فرادرس وجود نداره. پس من اول این رو میزنم تا فرادرس به وجود بیاد. بعد حذف رو میزنم. پیغام خطا گرفت. خب. من این دستور رو نمیدونم باید چطوری بنویسم. خوب دقت کنید. مگر دیلیت دایرکتری نیست. F1 رو میزنم تا سایت MSDN باز بشه. یعنی آنلاین شما به اینترنت متصل باشید. بخش در واقع MSDN باز میشه. همیشه کمی طول میکشه. چون باید تشخیص بده سیستم عاملتون چی هستش. باید تشخیص بده ویندوزتون چی هستش. مدل به مدل. میگه در واقع دیلیت دایرکتری رو شما دارید. یا حالت خیلی پیشفرض بالاش رو میخوام بیارم. ببینید حالت‌های مختلفه و در پایین نمونه کدش رو توضیح داده. من این دستورات رو در اینجا قرار میدم. یعنی عین همین دستورات رو به زبان ویبی کپی میکنم و به پروژه اضافه میکنم. در انتهای پروژه اونها رو اضافه میکنم. یعنی بعد از آدرسم از اینجا تا انتها، البته قبل از اینکه بخوام شروع بکنم، ابتدا یک نوت پد باز میکنم، کدها رو در اون نوت پد قرار میدم، دیلیت میزنم، اینا رو جمعشون میکنم داخل یک دست کد و از این نقطه تا این نقطه رو سلکت میکنم، کنترل وی میکنم. حالا پروژه رو اجرا میکنم. ببینید حذف پوشه میگه آیا میخواید وارد رئیس کلوین مثلا بذارم بره؟ yes. رفت وارد رئیس کلوین شد. حالا من اگر بیام در بخش های مختلف، مثلا بخش همون رئیس کلوین رو بیام در این حالت send to رئیس کلوین، delete رو انتخاب بکنم و F5 رو بزنم، ببینید پوشه رو میسازم یک بار دیگه، این دفعه از مهم میگه این بار در اون رئیس کلوین نمیره. آیا میخواید بدونه رفتم به در اون رئیس کلوین حذف انجام بدم که میتونم حذفش رو انجام و دستورات دیگه که شما میتونید ازش استفاده کنید که گفتم از سایت MSDN میتونید استفاده لازمه رو داشته باشید. تا اینجا شما یاد گرفتید چطور میتونید یک پوشه رو بسازید، ویرایش نام کنید و اون رو حذف کنید با مدلینگ های مختلف.